سلام برادر خاره عزیز، میمونای عزیز. ما دو هفته پیش بود در مورد کتاب مقدس صحبت کردیم، در مورد اینکه اصلا ارزش کتاب مقدس رو میدونین چیه و کتاب مقدس اصلا چیه. ما که متوجه شدیم کتاب مقدس یک سندی هست، یک قانون اساسی هست، یک سیستم حکومتی هست. انجیلی وجود نداره جز از انجیل پادشاهی خدا. آمین. انجیلی وجود نداره جز انجیل پادشاهی خدا. در آلمانی میگن که نویس تستامنت، التس تستامنت. تستامنت میشه چی؟ وصیت‌نامه. وصیت‌نامه. وصیت‌نامه یک کسی هست که، یک شخصی هست که یه وصیت‌نامه می‌نویسه. معمولا ما اینطوری انجام میدیم: یک روزی که من بمیرم دیگه پسرم، دخترم، خانواده‌ام، هر چیزی که من دارم بدال به ارث برسه. هیچ بوی مذهب نمیده، بلکه یک چیزی هست که یک شخصی دریافت کرده، الان منتقل میکنه به یک کسی دیگه و مخصوصا در این قسمت خانواده خودشون. ما به زبان ایرانی میگیم عهد جدید و عهد قدیم. یک عهدی هست، ننوشته یک مذهب جدید یا مذهب قدیم، بلکه یک عهدی. عهدی هست، یک قراردادی هست که خدا میبنده با ما بین دو تا زن و مرد و زن که زمانی که ازدواج میکنن یک عهدی میبندن. اونجا هیچ بوی مذهب نیست، بلکه یک عشقی هست بین دو نفر که با هم دیگه میخوان رابطه داشته باشن، رابطه صمیمانه داشته باشن. آمین. میخوام از اول متوجه بشیم که دائما هم میخوام اینا تکرار کنم که این کتاب، متاسفانه الان من نوردم، توی کیف منه و میخوام، یا خیلی خوب میشه چون به زبان آلمانیه، فقط فارسی رو بردارم. کلام خدا، این عهد، این وصیت نامه است که خدا برای من نوشته و میگه که، و برای تو هم میتونه بشه، بگه ببین نگاه کن چه چیزایی هست اینجا نوشته شدم که یک روز تو ارث خواهی برد. آمین. این میشه انجیل پادشاهی خدا. میخوایم نگاه کنیم امروز هم به عیسی مسیح، که مخصوصا هم که پس فردا، یا بیشتر آلمانی ها فردا این جشن رو میگیرن، جشن کریسمس رو میگیرن، و میخوایم نگاه کنیم که این کی بود که 2000 سال پیش به دنیا آمد. برای ما خیلی چیزهایی شنیدیم و عیسی مسیح میدونیم برای گناه های ما آمده و مرده، قیام کرده، آمده اینجا جلال خودش رو نشون بده، پادشاهی خودش رو نشون بده. خیلی چیزهایی صحبت میکنیم. بعضی وقت هست که یک کم اون اسم عیسی مسیح، که مخصوصا هم امروز هم این سرودها هم که خوندیم، سرودهایی که دیدین که پادشاهی بود، شاهی بود، یا اسم او، نام او، و ما بعضی وقت به این نام اون اونقدر ارتباط نداریم. خب نامی هست، نه؟ فقط یک نام یه چیز خیلی مهم، یک معنی مهمی داره. زمانی که نگاه میکنیم به کتاب مقدس میبینید اولین جایی که خدا خودشو معرفی میکنه همون باب اول پیدایشه، که میگه که و خداوند، و خدا آسمون، از ابتدا خدا آسمون ها و زمین رو خلق کرد، و اونجا خودش معرفی میکنه الهیم. الهیم از اثر معنیش رو برمیداری میشه که صاحب، و همینطورم الهیم یک کلامی هست، یک کلام جمع و مفرد. مفرد درست چی؟ مفرد اینسال و میرسال، زنگولا پلورال، جمع و مفرد. مفرد، من اینو توی دیکشنری نگاه کردم، اینو نشون داده من. باید ببین، باشه یه لحظه صبر کنی. مفرد، مفرد، مرسی.
خدا رو شکر الان یاد گرفتم. من بنویسم که فراموش نکنم. مو موف ارت موف رد درسته؟ برحال اگه اشتباه میکنم اب نداره، منظور من متوجه شدید. پس الوهیم یه کلامی هست که در عبری که جمع و همینطور مفرد هست، از طریق وجود مفرد، از طریق طبیعت جمع. منظور این نیست که خداهایی وجود داره، یک خدایی هست که از طریق طبیعت بیشتر از یکی هست، که ما میدونیم که در مورد پدر، پسر و روح القدس صحبت میکنه. ما زمانی که ما خودمون میگیم که خدا، خدا اسم نیست، اسم خدا نیست، ما فقط میگیم خدا یعنی یک کسی هست که حکومت میکنه، خلقت، تمام خلقت رو به وجود آورده. فقط اگر میخوایم واقعا به اون اسمی که خود خدا خودشو معرفی میکنه نگاه میکنه، میبینیم که اسمش الوهیم. و اون الوهیم هست که خدایی که باشنده، خود بودی. اینو توی دیکشنری ها پیدا کردم، همینطورم از خواهرها هم همینطور پرسیدم، برادرها پرسیدم. منظور اینه که خدا هیچ چیزی احتیاج نداره که زیست کنه، خودش حیاته. آمین. خدا به هیچ چیزی محتاج نیست. خدا احتیاج به کهکشان رو نداره که بتونه زیست کنه. یک زمان، اگر بتونیم زمان بگذاریم، چون زمان فقط در زمانی هست که ما در این کهکشان داریم، یک زمان هیچ چیزی وجود نداشت جز از خدا، و هر چیزی خلق شده به وسیله خدا خلق شده. من نمیتونم اینطوری تصور کنم چطور بود که یک روز هیچ چیزی وجود نداشت، فقط خدا بود. واقعا فکر میکنم باید توی بعد دیگه بشیم که واقعا متوجه بشیم منظور چیه. قبل از این که چیزی وجود داشته باشه، خدا هست. نه خدا بود، خدا هست. دائما خدا هست. و الان نگاه میکنیم به عیسی مسیح. در کلوسیان باب 1 آیه 15 تا 17 ما میخوام تمرکزمون بذاریم تو عیسی مسیح امروز. امروز عزیزان میخوام اینطوری بگم، هفته گذشته نسرین یک موعظه خیلی عالی کرده که واقعا چطور میتونید آزاد بشین از این وابستگی ها، درسته؟ از این نبخشش، از این مریضی ها، از این قده هایی که در شما هست، درسته؟ هفته گذشته یک موعظه بود که ربطی به تو داشت، و خدا دائما سعی میکنه در تعلیم ها است یا در یک جلسه های یک شنبه به قوم خودش رحم کنه، آزاد کنه. این چیزی که هست که هفته گذشته اتفاق افتاد. خیلی شهادت های عالی شنیدم چطور خداوند از این چیزها، از این نبخشش، از این تلخی ها آزاد کرده. خدا رو شکر برای یک کلام خودش که نسرین در این قسمت استعداد مخصوصی داره. امروز میخوام بگم عزیزان، امروز ربطی به تو نداره. امروز خدا نیست که بیاد اینجا الان با تو کارایی با انجام بده. اما میخوام تمرکزمون فقط به عیسی مسیح بذاریم. تو پرستش مطمئن هستم خدا با چند نفر اینجا صحبت کرده. مطمئن هستم. یا فقط الان میخوام تمرکز کنیم به او، به اون عیسی مسیح، به این اسم او. تو این اسم اولا درست متوجه باشیم عظمتش، بزرگیش. خیلی چیزهای زندگیمون اتوماتیک محو میشن، یعنی عوض میشن. در کلوسیان باب 1 آیه 15 تا 17 در مورد عیسی صحبت میکنیم، در مورد خدا نیست، خدایی که الان خدای پدر، در مورد عیسی مسیح صحبت میکنیم. و اینجا پولس توضیح میده، این پولس که واقعا میگم که چه چیزایی دریافت، مکاشفه هایی دریافت کرده که اینطوری میتونه مسیر رو توضیح بده.
و اینجا میگه که او صورت خدای نادیده هست، نخست‌زاده تمام آفریدگان. آمین. یعنی هیچ چیزی وجود نداشت. همینطور که گفتم که یک زمان فقط خدا بود، هیچ چیزی وجود نداشت. الان اینجا میگه و او صورت خدای نادیده هست، نخست‌زاده تمام آفریدگان. پس عیسی به وسیله عیسی مسیح تمام هستی به دنیا به وجود آمده، نه به دنیا، به وجود آمده. زیرا که در او، یعنی در عیسی، همه چیز آفریده شده. آنچه در آسمان، آنچه بر زمین هست، از چیزهای دیدنی و نادیدنی و تختها گوش کنین، تختها و سلطنتها و ریاست و قوت، همه به وسیله او و برای او آفریده شده است. و او قبل از همه است و در وی همه چیز قیام داد. این عیسی مسیح است که فردا 2000 سال پیش به دنیا آمده. نه یک بچه در قنداقه آخ زوس الان آمده، خدا رو شکر به دنیا آمده. نه، اون که به دنیا آمده اینه، این به دنیا آمده. در عبرانی ما به یک آیه 1 و 2، در گذشته خدا بارها و از راه‌های گوناگون به وسیله پیغمبراش و یا پدران ما سخن گفته، اما در این زمان‌ها، زمانه آخر، به واسطه پسر خود با ما سخن گفته. یعنی عیسی مسیح که آمد، به دنیا آمد. خدا الان اینجا توضیح میده خدای این پسر را وارث کل کائنات گردانیده. خدا این پسر رو وارث کل کائنات گردانیده و به وسیله او همه عالم هستی رو آفریده است. این خدا پسر رو چی کرده؟ وارث کل هستی کرده. یعنی هر چیزی که وجود داری، وجود داره، همه چی عیسی مسیح ارث برده، مال عیساست. خودش خلق کرده، خدا به وسیله او خلق کرده و همینطور هم خدا گفته مال توست. یکم گوش کنیم و مکاشفه بشه این مطلب، خواهید دید که چطور خداوند در هر جایی که ما قرار گرفتیم، هر مشکلایی ما قرار گرفتیم، دیگه حساب کنیم روی این خدا که همه چیز مال خودشه، همه چی به وسیله او به وجود آمده، برای او به وجود آمده و او وارث همه چی هست. و این سرود رو الان خوندیم، فروغ آن پسر، فروغ جلال خدا و مظهر کامل ذات و وجود و وجود اوست و کائنات را با کلام پرقدرت و نیرومند خود نگه می‌دارد. این با این کلامی که خدا همه چیز رو سلطنت می‌کنه. به این خاطر میگه که آسمون زمین از بین خواهد رفت، یک کلام از خدا نخواهد افتاد. یعنی هر کاری که هر چیزی که خداوند صحبت کرده به وجود انجام خواهد شد، چون خود عیسی مسیح کلام خداست که ما آشنا هستیم. او فروغ جلال خدا و مظهر کامل ذات و وجود اوست. به وسیله عیسی مسیح است که خدا زمان رو خلق کرده. ما الان در یک زمانی زندگی میکنیم که احتیاج به ساعت داریم. خدا احتیاج به ساعت نداره، او ابدیه. خدا توی این بگم کل کهکشان ها 500 میلیون کهکشان وجود داره. 500 میلیون بود، یا یه نگاهی کنم که اشتباه نکنم. پونصد میلیون کهکشان ها وجود داره. همه چیز به وسیله عیسی مسیح به وجود آمده و توی این 500 تا میلیون
یک قسمتشو خداوند برداشته که این کره زمین ماست و این کهکشانه و تو این کهکشان مثل اینکه یک حبابی تو چیز گذاشته و زمان رو گذاشته تو. و یک روزی به هر حال تو ابدیت که زندگی میکنیم دیگه زمان وجود نداره. فقط در مورد این قسمت نمیخوام صحبت کنم، فقط میخوام تمرکزمون به عیسی مسیح بشه. الان که ما میایم و میگیم که زو الان خدا به وسیله عیسی مسیح این تمام چیزای هستی رو به وجود آمده، الان نگاه کنیم ببینیم توی کتاب مقدس که ببینیم که الان ما میخوایم کریسمس رو یا تولد عیسی مسیح رو جشن بگیریم، چه پیشگویی شده بود در اشعیا نبی باب 5 آیه از آیه 9 باب 9 از آیه 5 و 6 میخونم. الان دقت کنین چه پیشگویی شده در مورد عیسی مسیح. زیرا که برای ما ولدی و پسری به ما بخشیده شده. اینو که باور میکنیم. و سلطنت بر دوش او خواهد بود. چی بود؟ سلطنت رو او خواهد بود. چرا سلطنت؟ اوکی، بعد از این صحبت میکنیم. بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد بود. این اسمایی هست که عیسی مسیح داشت و داره. و ادامه چیه؟ ترقی سلطنت و سلامتی او را بر کرسی داوود و بر مملکت وی انتها نخواهد بود. یعنی ابدی سلطنتی عیسی مسیح زمانی که این بچه به دنیا آمد سلطنت روی دوش او بود و اینم ابدی بود. و تا آن را به انصاف و عدالت از الان تا ابدالآباد ثابت و استوار نماید. این پسری هست که ما الان فردا یا پس فردا جشن میگیریم که قسمت مهم اینه که سلطنت بر دوش او خواهد بود. یعنی این پسری که به دنیا آمده سلطنت خواهد کرد و سلطنتی خودش تا ابده راستی و عدالت رو خواهد آورد. پس میبینیم که این تولد عیسی مسیح ربطی به چی هست؟ ربطی به سلطنت هست. و یک کسی که میخواد سلطنت کنه چه چیزی احتیاج داره؟ یک زمینی احتیاج داره؟ درسته، یک مالکیت احتیاج داره. یک کسی مملکت و همینطور هم مالکیت. درسته؟ ایگنتوم. من میتونم یه زمین داشته باشم که مال من نباشه. ملک میگن. درسته؟ من میتونم یه زمینی داشته باشم که مال من نباشه. فقط زمانی که مال منه، یا پس میگن چی؟ ما یملک ما. پس یک پادشاه میتونه فقط و فقط سلطنت کنه اگه یک صاحب ملک باشه. آسان‌تره. خیلی ممنون سارا. باید صاحب ملک باشه. اون موقع میتونه اصلا کلن پادشاه بشه. اگه کسی رو نداشته باشه با پادشاه نیست. پس این خیلی چیز مهمی که ما بدونیم. عیسی مسیح زمانی که به دنیا آمد این دنیا مال کی بود؟ مال خودش بود. در حق مال خودش بود. عیسی مسیح نیامده در این دنیا الان یه چیزی رو ورداره که مال خودش نیست. این مال روی این زمین مال خداست. مال عیسی مسیحه. و آمده اینجا گفته که این دنیا که در یوحنا باب 1 آیه 10 و
انجیل یوحنا 1:10-11 انجیل میشه او در جهان بود و جهان به وسیله او آفریده شد. او در جهان بود و جهان به وسیله او آفریده شده، اما جهان او رو نشناخت. او به کجا آمد؟ قلمرو. او به قلمرو یا یک ملک خود آمد، ولی متعلقانش او رو قبول نکردن. کجا آمد عیسی مسیح؟ به ملک خودش آمد. این مال خودشه. زمانی که عیسی مسیح بچه در رحم، نه در دیگه زایده، در دستای مریم بود، آمده به ملک خودش، آمده مثل یک پادشاه، سلطنت روی او، دوش او بود، فقط هنوز به اونجا نرسیده. عیسی مسیح هم نآمده در این دنیا با شیطان بجنگه. بعضی وقت ما میگیم عیسی مسیح آمد جنگید با شیطان، نه، عیسی مسیح احتیاج نیست با شیطان بجنگه، شیطان بود که با عیسی مسیح جنگید. گوش میکنید، شیطان یه فرشته ای هست، خلقت خدا، مخلوق خداست. عیسی مسیح نآمده یه کارهای انجام بده و بگی شیطان ده. جایی هست که میبینیم که میگه که دور شو، زمانی که همون دیوها صحبت میکنیم که دور شوین، این اقتداری داره هر نیروهای تاریکی که زیر دستای شیطان هستن همه چی رو بیرون کنه. به این خاطر عیسی مسیح آمده به ملک خودش که پادشاهی خودش رو در این دنیا دوباره برگردونه، و برای یک دلیل، نه برای خودش، الان خواهیم دید، برای ما. زمانی که عیسی مسیح شروع کرد به موعظه کردن در مورد، همینطور در مورد پادشاهی خودش صحبت می کرد و همینطور با مثل ها صحبت می کرد، اینجا می بینیم که دائما در مورد پادشاه صحبت می کنه، در مورد سلطنت صحبت می کنه. ملکوت آسمان پادشاه را ماند که با غلامای خود اراده محاسب داشت. میتونی پایینشه. گود. اوکی. بعد از این میگه که ملکوت آسمون پادشاه رو ماند که برای پسر خود عروسی گرفته. دائما در مورد چی صحبت میکنه؟ در مورد پادشاهی صحبت میکنه. بلکه آنکه پادشاه به صاحب طرف راست اصحاب طرف راست گوید بیایید ای برکت یافتگان از پدر من و ملکوتی را که از ابتدای عالم برای شما آمده شده است به میراث گیرید. این برای افرادی صحبت میکنه که در حال خدمت خدا بودند. گفته که شما رفتین، مریض بودم، من رو نگهداری کردین، تو زندان بودن دیدن من آمدین، گرسنه بودم غذا دادین، عریان بودن لباس به من دادین، و میگه که بیاین و پادشاهی که حکومتی که پدر برای شما از ابتدای عالم برای شما آماده هست به میراث گیرین. آماده شده است از ابتدای عالم برای شما آماده شده است. از ابتدای عالم آماده شده است یعنی چی؟ یه چیزی هست که عزیزان هنوز ما نبودیم، خداوند همه چی رو آماده کرده برای ما. نه یک برکتی بگیریم، نه فقط بگم که حیات جاودانی رو داشته باشیم، بلکه بتونیم سلطنت کنیم. زمانی که نگاه میکنیم میگیم که میگه که این ملکوت رو به ارث ببریم، ملکوت ربطی داره به پادشاهی. خدا به ما یک زمینی نمیده،
که به ارث ببری، میگه که این زمین رو میدم، تو هستی که باید حکومت کنی. یادتون هست پیدایش باب 1 آیه 26 میگه بیاین و انسان رو به صورت ما شبیه ما خلق کنیم که سلطنت کنن. از ما باید ذهنمون دیدمون یکم در مورد نجات، در مورد که کار عیسی مسیح برای ما کرده یکم عظیمترش کنیم، با اراده خدا یک کنیم. تو اینجا نشستی نجات پیدا کردی که یک روز نه فقط پادشاهی خود رو به ارث ببری، بلکه حکومت کنی، سلطنت کنی. یک گفتیم که یک پادشاه یک ملکی احتیاج داره، درسته؟ یک ملکی احتیاج داری که مال خودت باشه و با حقم به دست آوردی باشی، اون موقع اجازه داری پادشاهی کنی، اون موقع میتونم به تو بگم پادشاه هستی. و تمام چیزهایی که خداوند انجام داده و میگه که پدر برای شما همه چی آماده کرده که یک روز شما این ملک رو به ارث ببرین، مال شماست که سلطنت کنین، عنوان پادشاهان. نه خونه بسازین بتونین زندگی کنین، میگه من الان دیگه راحت هستم از بقیه، دیگه آزاد شدم از این دنیا. نه، ذهنمون باید، فکرمون باید ملکوتی کنیم عزیزان، پادشاهی کنیم. اینجا الان پادشاهان شاهزاده خانوما نشستن، با این دید باید همدیگر رو نگاه کنیم، با همون دید باید به خودمون نگاه کنیم. در سال 2012 بود تقریبا یه 2 ماه ما در مورد این پادشاه بودن و ملکوت و اینطوری موعظه کردم. تقریبا 1 ماه بود 2 ماه بود صحبت کردم. شاید این سال جدید دوباره شروع کنم، دوباره به یادمون بیاره، و مخصوصا افرادیم که تازه آمدن اینجا هنوز اینو نشنیدن. مزبور 115 آیه 15 و 16 میگه که شما مبارک خداوند هستید که آسمون و زمین را آفریده. آسمون‌های خداوند هست، و اما زمین را به بنی آدم عطا فرموده. درسته؟ خدا میگه که شما برکت یافته خدا هستید. خدا آسمون و آسمون رو خلق کرده، فقط این دنیا رو به دست کی داده؟ به دست ما داده که سلطنت کنیم، حکومت کنیم، و اینم در ابدی. پس زمانی که الان اینطوری جنبندی بکنیم، میبینیم که آمدن عیسی مسیح، تولد عیسی مسیح ربطی داره به چی؟ به پادشاهی، که خدا یک روز از تو یک ملکه، یک پادشاهی بسازه. تولد عیسی مسیح به این دلیل بود که خدا این دنیا رو به عنوان اموال به ما بازگرداند. درست گفتم؟ خدا رو شکر برای گوگل. تولد عیسی به این دلیل بود که خدا این دنیا رو به عنوان اموال به ما بازگرداند، که ما یک روز اینو از دست داده بودیم. اگه یادتون باشه یک مسئله دیگه هم عیسی مسیح در موردش صحبت کرد، که گفته که یک مردی بود که کشور خودش رو، این در مورد قنطار، گفته که رفت به غلامای خودش. این غلام منظوری نیست که غلام مثل یک برده، غلام یعنی مثل مینیستر، مثل یک چی میگن، مباشر وزیر، اینطوری بگم. به ایشان قنطارا رو داد، و بعد از این که میگه که رفت و برگشت، یعنی عیسی مسیح صعود کرد، الان آمد، الان گفته که زبا این قنطارا چه کاری کردی؟ گفته 10 تا من قنطار گرفته بودم، الان 10 تا رو با هم چیز اضافه کردم. گفته آفرین، خادم امین و وفادار، خوب کردی، تو 10 تا شهر به تو میدم که تو حکومت کنی. در مورد چی صحبت میکنه؟
در مورد سلطنت صحبت، سلطنتی صحبت میکنه. به اون شخصی که 5 تا داشت گفته که آفرین، الان تو 5 تا شهر رو به تو میدم که سلطنت کنی. این بعضی وقت این چیزها رو میخونیم فکر میکنیم فقط این نوشته شده اینطوری، فقط هدف خدا، آرزو خدا اینه که یک روز به تو این ملک رو بده، تو صاحب این ملک باشی و بتونی سلطنت کنی و این دنیا فی‌الحقیقی وردارین. یک روز اون افرادی که واقعا باور کردن، روی زندگی کردن، یک روز، و من باور میکنم یک روز در این دنیا حکومت خواهیم کرد. زمانی که پیلاتوس آمد اینجا به عیسی مسیح گفته که آیا واقعا تو پادشاه هستی؟ اول عیسی مسیح چیزی نگفت. پیلاتوس گفت مگر تو پادشاه هستی؟ عیسی جواب داد تو میگویی که من پادشاه هستم. از این جهت من چی؟ از این جهت من، یکم زودتر بیاری خوب میشه که تنها نخونم. مگر تو پادشاه هستی؟ عیسی جواب داد تو میگویی که من پادشاه هستم. از این جهت من متولد شدم، از این جهت من متولد شدم، به دنیا آمدم و به جهت این در جهان آمدم تا به راستی شهادت دهم، و هر که از راستی است سخن مرا میشنود. عیسی مسیح برای چی به دنیا آمده؟ به تولد متولد شده، به راستی شهادت داده. راستی یعنی چی؟ شهادت دادن. راستی شهادت دادن یعنی که بدونیم که من عنوان پادشاه آمدم در این دنیا و آمدم این دنیا رو دوباره برگردونم به شما که شما بتونین سلطنت کنین. و نگاه کنی من این شهادت من خودم هستم. من آمدم شهادت به راستی بگم که این دنیا مال توست، بیا دریافت کن. من آمدم دوباره برگردونم که تو اینجا سلطنت کنی و این سلطنتی خودم رو به تو در این دنیا نشون خواهم داد، که این سرودی که خوندیم که کیست که آب را تبدیل میکنه به شراب و تمام چیزهایی که از خداوند نشون داد، پادشاهی خودش رو نشون داد، پادشاهی خودش رو نشون داد، چطور ایستاد ضد این تمام این طوفان‌های دنیا و آنجا گفته بسه. این نشانه پادشاهی خودشه. و اینجاست که مهمه که زمانی که واقعا باور کنیم عزیزان که آمدن عیسی مسیح، تولد عیسی مسیح برای اینه که ما رو دوباره برگردونه به اون هدفی که خدا اصلی داشته، که ما با عیسی مسیح روی تخت بشینیم و سلطنت کنیم. برای این عیسی مسیح آمد، برای این عیسی مسیح هم روی صلیب رفت. بدون صلیب عیسی مسیح ما نمیتونستیم به اونجا برسیم. صلیب عیسی مسیح است که به تو این امکان رو میده وارد پادشاه بشی، و الان زمانی که وارد شدی، نجات پیدا کردی، اون موقع هست که تازه قدم رو برمیداری که به اون پادشاه، به این مقبه جایی برسی که بتونه خداوند این تاج جلال، تاج عدالت رو روی سرت بذاره. میگه که بیا الان با من بشین و سلطنت کن. خیلی جالبه، امروز هم که در این قسمت خوندم، میدونی بعضی وقت هست که زمانی که چیزایی برای ما روشن میشه تو کتاب مقدس، باز میشه، یهو کتاب مقدس با چشم دیگه نگاه میکنیم. بعضی وقت چیزایی هست که یهو مثل یک نوری همینطور میدرخشه، بیرون میاد. عیسی مسیح قبل از این که الان در روز آخری که باید مصلوب بشه، اونجا شاگردان خودش جمع کرده و اونجا با هم عشا رو برداشتن. بعد از این که عشا رو برداشتن، شاگردان، خدا رو شکر شاگردان فکر میکنم الان 2000ش افتاده بود، چون گفتن که شروع کردن جنگیدن. ببین من زمانی که تو ملکوت هستم، من در راست عیسی مسیح هستم، نه من در این قسمت. شروع کردن با جنگیدن با همدیگه کی بزرگترین مقام رو در ملکوت داره. اونا فهمیده بودن. و به عیسی مسیح گفته ببین خاموش، میخواین بزرگترین باشی؟ میخواین؟ پس مقام هایی پس وجود داره.
آمین. بزرگترین زمانی که بزرگترین پس مقامایی هستن. میخوای بزرگترین باشی پس غلام همه باش. در دنیا برعکسه. در ملکوت فرق میکنه. به این خاطر الان مشکلی ندارم امیر، تو اولین باشی. عیسی مسیح میگه پس غلام همه باش. یعنی حق تو باید بگذاری کنار، تو دیگه زندگی نمی کنی. زندگی کن برای دیگران. این کوالیفیسیان تو رو قابل میکنه که یک روز بزرگترین باشی. الیزا همینطور، تو هر کسی اینجا نشسته. الان فقط نمیخوام در مورد خودمون صحبت کنیم، امروز روز توبه نیست. راحت باشید، امروز روز توبه نیست، روز دریافت کردن. گفتم خدا من میخوام این وعده رو بردارم. بعد از این در لوقا 22 آیه 28 تا 40 تا 30 میگه عیسی مسیح، شما مرسی کسانی هستید که در آزمایش های من در کنارم ایستاده اید. 3.5 سال واقعا سخت بود برای شاگردان به خاطر عیسی مسخره می شدن. 3 سال، 3.5 سال خانوادهشون ترک کرده بودن. صبح تا شب فقط توی بیابون. فکر می کنم سخت بود. همینطور بعضی وقتا فکر میکردم بابا تو کجا آخر میای؟ هر روز باید بریم. اوکی معجزه های میدیدن، فقط هنوزم چیزای یاد نمیگرفتن. فقط اینجا میگه که وفادار اینجا با من بودی. پس همان گونه که پدرم چی؟ سلطنتی به من عطا کرد، من نیز به شما عطا میکنم. عزیزان فقط یک پادشاه میتونه به ما پادشاهی بده. آمین. من نمیتونم به شما پادشاهی بدم. یا من باید از پادشاه به دنیا آمده باشم، یعنی خون این پادشاهی در من باشه، یا باید یک پادشاه به من پادشاهی، یه ملک بده. در انگلستان هم اینطوری هم هست. در انگلستان افرادی که هستن که واقعا خدا میخواد به ایشان یک پاداشی بده، ملک میده به ایشان. چی؟ نه خدا نه، ملکه یا پادشاه، یه ملکی به ایشان میده و به این ملک این اقتدار رو بهش میده که سلطنت کنن. به این خاطر توی انگلستان خیلی ها صدا بهشان صدا میکنن لورد، لورد کنزینگتون، لورد نمیدونم چیزهای دیگه، همه لورد. لورد یعنی خداوند، یعنی آقا، سرور. مرسی. تو انگلستان زیاد هستن. چرا؟ چون کشور پادشاهیه. تو آلمان دیگه نیست، چون کشور آلمان دموکراتیه. اینجا دیگه پادشاهی وجود نداره. به این خاطر هیچ کسی نمیتونه به تو یه چیزی بده. یک پادشاهی کسی هست که اقتدار داره توی کشور خودش. الان نه انقدر زیاد، چون الان دموکراتی هم اونجا شده. یه زمان یک پادشاه حکومت میکرد. داوود میرفت یه زن رو نگاه میکرد، میگه که این زن رو میخوام، ازدواج میکرد. بعد میرفت یه زن دیگه نگاه میکرد، این زن رو میخوام. کاش که پادشاه بودی مردا، نه؟ چون مال خودشه. تمام چیزایی که در ملک مال پادشاه است. آمی میگین؟ هر چیزی وجود داره در این ملک، در این کشور مال پادشاه بود. یک فیلمی دیروز پریروز دیدیم، یک مردی بود که واقعا وحشتناک. گفتیم که خدا رو شکر در این زمان ما زندگی نمی کردیم، چون واقعا این پادشاهان یک حرفی می زدن باید انجام می شد. افرادی بودن که بی گناه بودن، یه چیزی پیدا می کردن که او رو بسوزونن، یعنی می گفتن جادوگر است. یک پادشاه عزیزان، الان ما این ذهن رو نداریم چون توی دموکراتی بزرگ شدیم، یا یک پادشاه اقتدار داره رو همه ملک خودش و روی چی میگن افرادی که اونجا هستن. هر کسی دوست داره میتونه بکشه. پادشاه اینطوریه دیگه.
هر کسی میخواد رحم کنه رحم میکنه. الان نگاه کنیم، الان این پادشاه ما کیه؟ پادشاه پادشاهان هست، رب الارباب. زمانی که میگه پادشاه پادشاهان، یعنی پادشاهی هست که روی پادشاهان هست، درسته؟ عیسی مسیح اینجا مثلا میبود میگفته که من پادشاه پادشاهان هستم، رب بول ارباب. شما همه پادشاه هستی، من پادشاه همه پادشاه شما هستم و من به شما این پادشاهی رو دادم، با حق دادم، چون خونم رو ریختم. و تو هم خودت هم گفتی که خداوند من خودم رو میسپارم به تو، تو متعلق به او داری، تو مال خودت نیستی فلحقیقی. و خداوند میگه که این ملک رو، همه چی رو به تو میدم، ملکوت خدایی که عیسی مسیح میگه که چی؟ از این قسمت بود، یا پدرم سلطنتی به من عطا کرده، پدر به او داده و میگه که من نیز به شما عطا میکنم تا بر سفره من در پادشاهی من بخورید و بیاشامید و بر تختا بشینید و بر 12 قبیله اسرائیل داوری کنید. این آینده ماست. این بیشتر برای در مورد قوم یهود صحبت میکنه، چون از 12 تا شاگرد داشت، 12 تا قبیله های بودن. یا فقط نمیخوام برم تو، فقط اینجا چی میگه، چه وعده ای میگه که شما یک روز با من در سفره من، اینم آماده کردم فکر میکنم برای ما، سفره من با عیسی مسیح اینجا خواهیم نشست. فقط یکم چیزاش یکم بهتر، بزرگتره، پرشکوه تره، و با عیسی مسیح خواهیم نشست و او خواهیم خورد، ملاقات صمیمانه با او خواهیم داشت. و همینطور این دعوت خداست، دعوت من نیست. و بعد از این میایی روی تخت من با هم میشینی، چون من این اقتدار و این پادشاهی رو به تو دادم، این ملک رو به تو دادم، این مال توست، و بتونی روی تخت من بشینی و شروع کنی به چه کردن؟ داوری کردن. آمین. اصلا این کلام موعظه است، با قلب تو صحبت میکنه. برای چه چیزی خوانده شدیم؟ بعضی وقت میگم که بعضی وقت اونقدر مشغول چیزای دیگه میشیم که اصلا فراموش میکنیم برای چه چیزای بزرگی ما خوانده شدیم. به این خاطر زمانی که این تمام چیزها رو نگاه میکنیم، این خواندگی رو، بعد از این ارزش صلیب رو، ارزش خونش رو میدونیم. عیسی مسیح خونش رو نریخته فقط گناه تو رو بشوره، بگی که الان بشین اینجا بگی هاللویا. برای چیز عظیمی تو رو خلق کرده و نجات داده. صلیب رو که نگاه میکنین، برحال بخشش رو نگاه میکنیم، درد ها رنج های نگاه میکنیم که عیسی مسیح کشید. روی صلیب محبت خدا رو نگاه میکنیم، اونقدر خدا محبت داشته که یگان پسرش رو داد. همون پدری که بود عیسی مسیح میگه که به من ملک رو داد، همون پدر بود که عیسی رو داد، من رو نجات داد، باز خرید کرد از دست شیطان، این کارو کرد، باز خرید کرد که منو آماده کنه که بتونم روی تخت او بشینم، حکومت کنم. این خدای بزرگی ما داریم. به این خاطر این خدای بزرگی است که در زندگی تو میخواد دخالت کنه، این زندگی تو روز به روز، ساعت به ساعت که زندگی میکنی، میخواد وارد بشه که این پادشاهی رو در تو روشن کنه. فشار دندون یه زمان کسانی خواهند کشید، زمانی که بدونن که چه پاداشی از دست دادن، چقدر اونقدر مشغول زندگی خودمون بودیم که اصلا پادشاهی خدا، شاهی خدا به من چه، من نمیدونم، کارم میخوام، اینم میخوام، اون پاسم میخوام، اینم هزار تا چیزایی میخوام، این همه چیز پدر گفته که به تو خواهم داد. پا
پادشاهی من و عدالت رو بجویید و اون موقع به شما همه چی به اضافه به شما خواهم داد. نگرانی ربطی داره به پادشاهی. در متی باب 6 اگه پادشاهی رو فهمیده باشیم، عدالتش رو فهمیده باشیم، خواندگی رو در هر مشکلایی، در هر فشارایی میدونیم که این فشارها، این دردها، این چیزایی که ما عبور میکنیم، این است که منو لیفت میکنه میبره بالا که یک روز بشینم رو تخت او حکومت کنم. به اون موقع میگی دهنم میبندم برم، من مهم نیست، حق خودم رو میگذارم، مهم نیست، مهم اینه که یک روز این وعده ای که خداوند داده با او روی یک میز خداوند اونجا خواهم نشست، با او خواهم خورد و خواهم نوشید با او و سلطنت خواهیم کرد تا به ابد. آخرین دو تا آیه رو بخونیم، بعد از این دعا نخواهیم کرد، بعد از این میریم تو پرستش. در تیموتیوس، اول تیموتیوس باب 1 آیه 17 به آن، الان نگاه کنین، این عیسی مسیح، میخوام دقت کنین، این کریسمسه، الان این شخصی که به دنیا آمده اینه. به آن پادشاه جاودانی، پادشاه سرمدی و فنا ناپذیر و نامیرا و بی پایان و نادیدنی، خدای یکتا، عبدالعباد عزت و حرمت و جلال باد، آمین. و آیه بعدیش که همون در اول تیموتیوس باب 6 آیه 15 همون خدای متبارک که حاکم یکتا و شاه شاهان و رب الارباب است، به آن یکتا وجودی که فنا ناپذیر است و در نوری ساکن می باشد که محال است کسی به آن نزدیک گردد و هیچ کس هرگز او را ندیدن و نمی تواند ببیند، عزت و قدرت جاودانی باد، آمین. این خدایی هست که عزیزان، عیسی مسیح که ما کریسمس رو جشن می گیریم، میخوام نگاه کنیم که نه فقط یک بچه کوچیک بلکه پادشاه آمد که تو رو به پادشاهی برسونه. امیدوار هستم این موعظه باعث بشه که بدونی که آمدن عیسی مسیح اینه که تو رو از تو یک پادشاهی بسازه. این کلام خداست عزیزان، و یک روز وارث ملکوت خدا بشین. ملکی، این چیزی که خدا برای تو آماده کرده از ابتدا به دست برسیم، به ارث برسیم. آمین. لایق است او رو الان پرستش کنیم. الان از خودتون هر چیزی که الان هست تو فکرتون بگذارین که الان گروه پرستش خواهش میکنم میتونیم بیاین بالا. میخوایم حداقل یه 10-15-20 دقیقه وقت بذاریم الان فقط پرستشش کنیم، نام او رو تمجید بگیم. و همینطورم این عکسم که اونجا گذاشته بودم که یک روز به هر حال این پاداش منتظر شما خواهد بود. به کاری خداوند که بعض پادشاهی تو در ما روش کنه خداوند. پادشاه های زیادی، ملک های زیادی که برخیزد خداوند. هللویا خداوند، مرسی خداوند. Say, I'm your man, I'm your man.
شما رو دعوت کنم یه دوست داری بیگه جلو بسید که آمدی جلو تخت عیسی مسیح. تمام خدا میگه که در یک روز در مقاشه بنوشته تعداد زیادی از هر ملت زبان از هر قوم یا قبیله آمدن در جلو تخت عیسی مسیح که پرستش میکردن. میخوام اینجا باور کنی که مثل سعی کنی اینطوری نگاه کنیم عزیزم، نمیخوایم سرود بخونیم فقط، مثل که الان میخوام گرمت کنیم و باور کنی که مثل الان پادشاهان آمدیم در تیرو، آدم معمولی نیستیم. گوش میکنیم، بگو آدم معمولی نیستم، کم کم کن، بگو آدم معمولی نیستم، من پادشاه هستم، ملکه هستم، خدا منو کرده که یک شاه باشم. پادشاهی خودش به من بخشیده. بگو یک روز ملکوت رو به ارث خواهم برد و سلطنت خواهم کرد. چیزی از تو بطلبیم خدا، من ما آمدیم فقط الان فقط تو رو ببینیم، تو رو پرستش کنیم. نیازهای ما رو گذاشتیم کنار خدا، من آمدیم خدا، من به آرزوی من دعای ماست همینطور که میخونیم خدا، من این پادشاهی تو بیاد و این مکان مقدس رو فرو بگیره. خدا من برای تو این دانا رو بکاریم که واقعا از زمانی که از اینجا برمیگردیم خوره ببینیم که این آینده منه، یک روز در اصل سلطنت خواهم کرد. در این دنیا من مثل شاهزاده خانم زندگی خواهم کرد. خدا من این دعای ماست که اینو به وجود بیاری. خدا من مرسی که عیسی مسیح چون تو ایمانوئل شدی، آمدی در این دنیا خدا با ما شدی، ما رو با همه چیز خودت یک میکنی، همه چیزایی که مربوط به توست، اون پدری که به تو ملکوت رو داد به من میبخشی. خدا من ما میخوایم بیستی با دلیلی Stop rooting for your love, but I'm
I'm
Amen.